خب سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من چراغم روشن کنم. امروز در خدمت امینیم که برای ما یه ارائه داره تحت عنوان سینگل پکت اتک. درسته؟ یه سلام به بچه ها بکنم. این سلام بچه ها، خیلی خوشحالم که امروز خواهم یه ارائه رو برم. خیلی دوست داشتم که ارائه رو برم چون که بلند این سبک خیلی علاقه من. امیدوارم که همه چی عالی باشه و خوب باشه دیگه. خب انشالله بیزنگه دستاپت هم همه شیر کن و بریم اول مقدماتی رو بگو، بعدش هم بریم کم کم تو اتک و آخرش هم که آره شیر کن، آخرش هم که میخوایم لابراتور چیز کنیم بچه، آخرش هم که میخوایم لابراتور حل کنیم. و من یه لحظه اینو دستاپت رو شیر کنم، من برای بچه هم شیر کنم و شروع کنیم. همه چوکی؟ یه لحظه زمان بیارم اینجا. خب یه لحظه من اجازه دارم من گوشیم برم تو لایف چت. بعد توی دیسکورد که بچه ها اگه سوال داشته باشن اونجا صحبت کنیم. فکر کنم یکی هم چت کرده. اشو نیاز داره راجع به خودم بگم؟ آره یکم راجع به خود صحبت کن کلن، یکی دو دقیقه. چند سالته؟ چند وقت امنیت کار میکنی؟ چی شد به این اتک علاقمند شدی؟ و الاخر من اول اینکه 21 سالم، بعد تقریبا دو سال خورده ای که به عنوان حالا پنتستر و جریدن حالا به عنوان اپلیکیشن سیکیوریتی انجینیر دارم کار میکنم توی شرکت توی ایران. زمان حالا شروع سایبر سکیوریتی هم میرسه تقریبا به حدود 13 سالگی، ولی خب رفتم سراغ حالا شبکه مایکروسافت و سیسکو. بعدم که کلا تقریبا مدت یک سال و نیم دیولپر بودم، بک اند دیولپر بودم. بعدم اینکه کلا خیلی دوست دارم که ابزار توسعه بدم، دلیل اینکه رفتم سمت این اتکی بود که حالا کلا چیزایی که جیمز کتلمن خیلی دوست دارم کلا اینجوری که باید بری تو وایرشارک رو قشنگ خیلی ریسرچ بکنی تا بتونی اتک رو بزنی سر همین این اتک رو شروع کردم کار کردم. خب بسیار عالی. من داشتم لایو چت هم میخونم، بچه ها هستن سرش سلام کردن فعلا. من اگه سوالی باشه اینجا میخونم دیگه، چون من دیسکورد رو ندارم مجبورم با گوشی کار کنم. بعد اینکه آره خب به نظرم یا آمار من بگیرم تا بگم شروع کنیم یا نه. آره به نظرم دیگه کم کم میتونیم شروع کنیم. حالا بچه هم دارم میان و تو آروم آروم شروع کن از اشتیپی برو تا بچه ها برسن. یه توضیح مختصری راجع به اشتیپی بدن که اصلا چیه اشتیپی. یه پروتکله. پروتکل یعنی چی؟ یعنی یه سری قوانین بین مثلا دو تا آدم. اشتیپی یه جور قوانینیه برای اینکه ما یه سری ریسورس رو از وب به دریافت کنیم که هم کلاینت سایدی هم سرور سایدی، فقط کلاینت سایدی نیست. مثلا من میخوام سایت گوگل رو ببینم، وقتی میزنم google.com هم سری ریکوست HTTP برای من ارسال میشه که حالا یه سری در از قوانی مثلا وجود داره، مثل هدران و حالا چیزه دیگه. ولی کلیت اینه که هر ریسورس مثل فایل جاواسکریپت، عکس، پیج HTML رو بگیر بسته HTTP ارسال میشه. من سعی میکنم خیلی مختصر تو بدم. ریکوست های HTTP رو من به دو دسته تقسیم کردم، ریکوست های بادی دارم و ریکوست های که بادی ندارم. حالا میگم تقریبا آخرش که چرا اینکار کردم. ریکوست های که بادی ندارم یه متد گت داریم که خب فکر میکنم خیلی هم باش آشناییم. این متد بادی نداره، حالا میتونه تحت شرطی داشته باشه و حالا متدهای دیگه مثل پست، دیلیت، پوت، پچ، اینا توش بادی داریم. یه مثال خیلی ساده از ریکوست HTTP رو بردم که ما اینجا حالا متد رو داریم. در واقع این چینش این کرکتر هم چیمون پورتوکول همون قوانین همون که اول متد میاد، بعد مسیری که بهش درخواست میزنیم مثلا index.html و بعد حالا پروتکلمون که حالا یک و یک میتونه یکم باشه یا دو.
یه سری هدر داریم. ما هدر رو چون کلن HTTP استیتی لست ما هر ریکوستی که میزنیم عملا وب سرور هیچ دیدی نداره که من کیم و هیچ اطلاعاتی از من نداره. پس عملا یه چیزی نیاز داره که تو هر درخواستی ارسال بشه که اون میشه هدرام. یعنی من اینجا مثلا کوکی میفرستم که میشه مثلا ارائه هویت من، اون کوکی رو مشخص میکنه که مثلا من امنیت گرمز یا نه. توی مثال بعد کوسنی ریکوستی داریم که بادی داریم. توی مثال همون دقیقا پروتکل داریم، متد و مسیرمون تیم این قسمته که ما اینجا دیتا داریم و حالا فقط پست نیست دیگه، گفتم هش دیلیت پوت اینا همش بشه همچنین خود دیگه. توی ریسپانس یعنی در توی جوابی که از سرور میگیریم دقیقا طبق پروتکلی این برای ما ست شده که مثلا اینجا میگه که کدمون چیه، استاتوس کدمون چیه و حالا یه مسیجی کوتاهی هم میده که این ست کدم حالا ما توی ریسپانس کدا یه سری کد داریم که معادل یه سری چیزان، مثلا 200 یعنی اوکی، 404 یعنی مثلا اون ریسورس پیدا نشده و همینطور سمت سرور هم یه سری هدر داریم که حالا یا مسائل امنیتی یا سمتی که رکسنت استفاده میشه و توی بادی هم ما مثلا یک پیج HTML داریم، میتونه JS باشه، HTML باشه یا UX باشه، هر چیزی فرق نمی کنه. حالا ما چرا ورژن های MOTB داریم؟ خب توی هر ورژن یه سری تغییر داریم. نسخه بعدی HTTP 1 و 1 میشه HTTP 2 که من اینجا آوردم. یه سری فرق داره با HTTP 1 و 1 2 HTTP 2 که حالا اول بگیم چرا از HTTP 2 استفاده‌ایم. یکی دلیل اصلیش دلیلش اینه که خب خیلی پرفورمنس بالایی داره. حالا اینکه چرا پرفورمنسش بالاست باز بهتون توضیح میدم چرا. اولین مورد اینه که ما ارتباطمون توی HTTP 2 باینریه ولی توی HTTP 1 و 1 پلین تکست، یعنی ما چیزی که اینجا میبینیم پلین تکست، یعنی میتونیم بخونیش ولی توی HTTP 2 اینجوری نیست. حالا من توضیح توی وایر هم بهتون نشون میدم، وایر شارت. مورد بعدی که مهمترین حالا ارتباط HTTP 2 بوده مولتیپلکسینگه. مولتیپلکسینگ میاد به ما اجازه میده که چندین ریکوست بزنیم با هر ترتیبی که میخوایم واسه بود از یه سری فریم، یه سری قالب ایجاد شده که ما ریکوست ها رو تو اون بزنیم، همینطور تو جواب هم میتونیم ریکوست ها رو تو اون قالب ها بگیریم. وقتی توی قالب ریکوست میزنیم و ریسپانس میگیریم چه خاصیتی داره؟ اینه که ما هد آف لاین بلاکینگ تو لایه اپلیکیشن نداریم. هد آف لاین بلاکینگ چیه؟ هد آف لاین بلاکینگ میشه مثلا دارم بگیم مثلا تو ریکوست میفرستم پشت سر هم، اگر ریکوست اول جوابش اوکی باشه دومی اوکی نباشه ریکوست ریسپانس سوم از بین میره. که حالا ما توی HTTP 2 هد آف لاین بلاکینگ توی لایه باز ترانسپورت داریم، توی HTTP 3 این هم حل میشه. خیلی واردش نمیشم چون خارج از بحثه. مورد بعدی که خیلی حالا چیز جدیدی بوده، ما توی HTTP 1 و 1 فقط بادی رو میتونیم کامپرس کنیم یا فشرده کنیم ولی توی HTTP 2 هدرها میتونیم کامپرس کنیم که حالا استانداردی که هست اسمش هست HPAC که حالا توی HTTP 3 همش میگن QPAC. مورد بعدی پرایوریتیه. ما میتونیم برای درخواست همون پرایوریتی ست کنیم، بگیم فلان ریسورس وابسته است به فلان ریسورس، پس یعنی اگر فلان ریسورس رو لود نکردی اون یکی ریسورس رو به من نده مثلا. این میشه بحث پرایوریتی. بحث سرور پوشه که خب میتونست وب سرور و اپلیکیشن یه سری فایل به ما بفرسته بده که ما بخونیم. مثلا وب سرور و اپلیکیشن میدونه که مثلا من دو دقیقه دیگه اگر برم فلان پیج فلان فایل جیس رو میخوام، پس خودش برام پوش میکنه، خودش برام میفرسته، من تو براوزرم کش میکنم که بخوام بگیرم. حالا توسط ورکری که هست فایل دارم، یعنی عملا نیاز ریکوست بزنم. و ارزش هم که ما تو HTTP 1 و 1 عملا اینجوریه که هر درست کانکشن هر درخواست یک کانکشن باز میشه ولی تو HTTP 2 درست یک کانکشن استبلیش میشه، کانکشن HTTP 2 استبلیش میشه و من بعد از اینکه حالا یه سری دیتا به سرور کلینت رد و عدد شد
بعد از کانکشن استابلیش شد میتونیم ریکوست ها رو بزنیم. خب حالا ریکوست ها رو ببینیم. چیزی که من تو برپ میخوام بهتون نشون بدم توی برپ یه همچین چیزی نشون میده، دقیقا چیزی مثل شیز بی یک و یک، فقط چند تا نفر رو که ما سنس میکنیم این عدد است و پست هم دقیقا همین و موج دیتا داریم، وادی هم دقیقا همینطور، تنها چیزی که فرق کرده این عدد است. خب چرا اینجوریه؟ ما بریم توی وایر رو ببینیم. حالا من عکس گذاشتم ولی دوست دارم اینجا وایر چک ببینیم. یا شما فقط بگو که همه چی اوکی الان؟ آره خوبه، برو وایر چک کن، یکم کوچیکه ولی حالا بری روش بزرگ. خب میخوای اینجا بریم، اینجا اوکی این؟ اینم هم مثل همونه ولی اوکی، برو هم وایر چک، اشکال نداره. آره اوکی. خب پس حالا TCP رو داریم که TCP تریبل هندشکی که خب خارج از بحث ماه. بعد از اینکه هندشک انجام شد کانکشن HTTP 2 وقتی میخواد استبلیش بشه یه سری کار انجام میشه. قبل از اینکه من اینو بگم برم توی RFC بهتون نشون بدم، RFC 9113 برای HTTP 2 که RFC جدا داره، خود من استاندارد جدا یه رفت توی HTTP 2 نداره. خب اولین مرحله که ما داریم توی کلن کانکشن HTTP 2 ما یه پریفیسی برامون ارسال میشه، کانکشن پریفیس. من اگه باز کنم یه همچین هکس کدیه که مدل از پرینتبلش میشه این، که حالا دلیلش این دلیل این که اینه که وقتی به یه سرور HTTP 1 که این درخواست ارسال بشه HTTP 1 اینو میگه خب این متوده، این پسه، این ورژنه، یه ارور میده، یه ارور میده و کانکشن قطع میشه سر اینه که بتونیم ارور رو حل کنیم. بعد از اینکه این کانکشن تری فیس ایود این ما میتونیم حالا یه سری ستینگ زیمات بین کلاینت و سرور رو ارسال کنیم. که زیمات چیه؟ آقا من تعداد استریمایی که میتونم همزمان هندل کنم مثلا 200 تا، حالا استریم میگم چیه فلان مثلا تنظیمات. حالا بزنم تو بایرشاک نشون بدم اینجا. توی وایرشارک سرور فرستاده میبینید این پیامی که از سرور من اومده گفته که آقا مثلا مکس فریمز اینه، مکس کانکارنت استریم هم 250 تاست، بیشتر از این نمیتونی بفرستی و اینه کانکشن ارور مثلا بهت میدم، اینیشال ویندو سایز چیه، مثلا چرا میتونی دیتا بفرستی تا همیز یه ویندو اپدیت بفرستم. اینه تنظیماتیه که حالا تو HTTP 2 کانکشن هست و این حالا این ماجیک چیزی که گفتم اینجاست دیگه، میبینید دقیقا مدل هکسش هست که میشه این همچین چیزی. بعد از اینکه سیتینگ ها ارسال شد، بعد اینکه حالا پریفیس ارسال شد ما میتونیم ریکوست بزنیم فریم. فریم چی؟ حالا اصلی ترین چیزی که توش دیدو هست به نظر من فریم. ما یه سری فریم قالب داریم که ما تو هر کاری که میکنیم توی فرمت این قالب ها قرار ارسال کاری انجام بدیم، یعنی ارسال کنیم چه کانکشن رو بخواییم ببندیم چه ارور بفرستیم، همه اینا توی قالب خاصیه که میشه فریم. و حالا فریم‌های مختلفی داریم، کلیت فریم همه چیزی لکس داره. یکی از دلایلی که ما تو شیدو مثلا کانتنت لکس رو نداریم چون بکورد کامپتیبل میتونه داشته باشه ولی در کل نیاز نیست چون که لکس داریم. تایپ داریم، تایپ فریم داریم، حالا تایپ رو توضیح میدم و استیمولیفای هر درخواستی که ما می‌خوایم ایجاد بکنیم، مثلا یه گت بفرستیم ریتال ریسورس رو بگیریم یه استریم ایجاد می‌کنیم که حالا استریم رو توضیح میدم بهتون. هر سینا ما رو چند تا فریم داشته باشه. من اینجا بیام فریم های اصلی بهتون بگم. فریم های اصلی یکی از حالا فریم هایی که در اصل معادله همون ریکوست گت یا پستمون توش هست فریم هدر، که حالا ما یه سری فلگ داریم. این فلگ ها رو حالا بهتون توضیح میدم توی خود سینگل پکیت، حتی اگر اونجاش نیست استیم آیدنتیفایر هم که همینجا هست و حالا هدر ها و چیزهای دیگه که توی ریکوست ارسال میشه. مورد بعدی چیه؟ مثلا دیتا. دیتا من چرا جدا کردم ریکوست هایی که بادی دارن و بادی ندارن و اینجا توی این قسمت ریکوست هایی که بادی دارن توی فریم دیتا بادیشون ارسال میشه، توی فریم هدر قسمت هدراشون ارسال میشه. یعنی اگه مثلا این پست منه من توی فریم هدر این قسمت رو میفرستم، توی فریم دیتا هم اینو میفرستم. خب
فریم بعدی که برام مهمه، یکی مثلا آرستی استریمه که میاد استریم رو ریست میکنه، قابلیت HTTP 2 اینه که قبل از اینکه من ریسپانس رو بگیرم درخواست زدم، وسط اینکه داره ریسپانس برام میاد ریسپانس رو بگم دیگه نه ریست بدم استریم. خیلی کار خفنی تو HTTP 2 ستینگ رو توضیح کوتاهی دادم و خب اصلی رو گفتم. خب بریم یه شب سوالی نیستش؟ نه چیزی نپرسیدن. کلن یکم از اول ارائه لگ داریم، یعنی بعضی جا صدا یه جایی میپره، ولی خب ولی چیزه به نظر من واضح هست، یعنی من خودم رو میشنوم مشکل نه. خیلی بچه ها بپرسیم بگیم همین چوکی؟ آره یکی گفته میشه عملی تست کنیم که اونم داریم. بله آره عملی هم داریم. خب من ببینم چیزی میست نکنم راجع به کامپرشن بودم. خب حل که حالا ما مولتیپل استریم داریم و میتونیم هد آف لاین بلاکینگ نداریم، همین دیگه. ما استریم آیدنتیفایر داریم، هر ریکوستی که میره در اصل اس آی دی داره، اون اس آی دی که با اون فریم ارسال میشه در اصل اجازه میده که ما هد آف لاین بلاکینگ نداشته باشیم. چی تو ریکوست ها یعنی ریکوست ها مرتبط نیستن با استریم آیدی متفاوت، ریسپانس ها هم همینطور دقیقا همین وضعه. بریم سراغ ریس کاندیشن. ببین ریس کاندیشن چی هست اصلا؟ ریس کاندیشن در اصل میشه رقابت بین یه سری برای اینکه مثلا یه ریسورس یکسانی رو مثلا تغییر روش بده از روش بتونن مثلا فرق نمی کنه. و یه فلوی یه اپلیکیشنی بهتون میگم کنار اینکه اول مثلا من به عنوان یک کاربر میخوام برم یه خریدی بکنم و یه سری مثلا خرید اضافه میکنم به سبد خریدم یه سری کالا، بعد یه کد تخفیف دارم میخوام تخفیف رو اعمال کنم که مثلا 20% مثلا 20% تخفیف رو بگیرم. اوکی میرم تو بسکتم اد میکنم، بعد دیسکاونت کد رو میفرستم به اپلیکیشن، ارسال میکنم کد تخفیف رو به اپلیکیشن، میاد چک میکنه که چی این کد ولیده یا نه. اگر ولید بود اون تخفیف کل سبد خرید من اعمال میکنه، مثلا اگر 20% من 1,000,000 خریدم 20% 1,000,000 رو کم میکنه تخفیف گیره. بعد از اینکه حالا خود ما کرد به اپلیکیشن میاد یه سری کار دیگه میکنه، حالا به اون مربوط نیست اصلا. بعد میاد اون دیسکاونت کد یا کد تخفیف رو نامعتبر میکنه، مثلا توی دیتابیس اگه مثلا یه کالا میداریم که ایز وریده میاد تو کانتش صفر یا میکنه تش حالا یه چیزی برای خودش میذاره تو پروتکل که اون اپلیکیشن داره. ولی ولید میکنه، وقتی ولید کرد یه ریسپانس برمیگرده به سمت کلر. خب کد ببینیم چیکار میکنم. سر من میام اینجا مثلا اون کد تخفیف توی بادی برام ارسال شده، میام کد رو میگیرم، کد تخفیف مثلا اینه، میام کوئری دیتابیس میزنم مثلا سلکت میزنم، میام ایز و کالم ایز ولید از تیبل دیسکاونت تیبل به هم بده جای یکی تخفیفمون اینه. اوکی بعد از اینکه حالا کوئری جوابش اومد چک میکنم، میگم اگه این کد ایز ولیدش تروه، یعنی برای من معتبر و استفاده نشده، بیا برو رو بسکی تخفیف اعمال کن. اگر نشده بود ریترن کن که آقا این ولیده و بعدش هم سری کارا بکن و در نهایت دیسکاونت کد ادیت کن، یعنی کد تخفیف برای من معتبر کن توی دیتابیس که الان میدونی آپدیت میزنه مثلا ایز ولید میکنه صفر. خب من این توضیح هم روی خود ارتسویگر بدم راجع به ریس کاندیشن. اگه بخوایم اینجا ببینیم این عکس خیلی خوبه. خب توی این عکس ببینیم مثلا چندین تا درخواست کد تخفیف اعمال کد تخفیف ارسال شده که اپلیکیشن وقتی خود کد تخفیف بهش میرسید چیکار میکرد؟ میاد چک میکرد که ولید هست یا نه، اگه ولید بود یه سری کار انجام میداد بعد اون ولید میکرد. اوکی چی میشه اگر من مثلا 5 تا ریکوست همزمان بفرستم؟ 5 تا ریکوست همزمان پروسس میشن، میرسم به این مرحله. خب وب اپلیکیشن چک میکنه که خب اینا ولیدن، خب اینا ولیدن تو دیتابیس چون یکی میشه اینا ولیدن، یعنی 4 تا ریکوست یا 5 تا ریکوست اومده که این مرحله از چک رو رد کردن و عملا اون قسمتی که چک میکرده ولیدن خب پاس شده دیگه.
بعد مرحله بعد که میخواد اپلای دیسکان بسکت مالی اومد بشه 5-20% برای ما اعمال میشه و کد اون اینوری میشه به یه تدمیان ریسکان میشه. یعنی ما چند تا مثلا ریکوست رو همزمان میفرستیم که یه رقابتی بشه بین پروسس ها، بین پردران کلن پروسس هایی که داریم. توی این مثال هم که حالا مثلا اینجا ریکوست فرست 5 ریکوست فرست داده، این 3 ریکوست همزمان رسیدن مرحله اول چکه که ولید باشه یا معتبر باشه رو رد کردن و این 3 تا با هم اعمال میشن. خب این تو توضیح کلی راجع به ریس کاندیشن بود. حالا بریم سراغ سینگل پکت. این اتک چیه؟ بذارید من اینو باز کنم. اوکی سینگل پکت اتک اصلا یعنی چی؟ خب این کار که ما چند تا ریکوست HTTP 2 رو توی یک پکت ارسال کنیم بهش میگه سینگل پکت اتک. چرا سینگل پکت رو من روش تاکید دارم؟ وقتی سینگل پکت پکت درست ما جیتر نداریم. جیتر است بگید درست جیتر چیه؟ مثلا من یک ریکوست میفرستم، خب هر ریکوست هم یک پکت هم مثلا 3 پکت میره. جیتر یه عاملی که من روش تأثیری ندارم، یه عامل خارجیه. مثلا از کدوم مسیر از کدوم روتا بره توی شبکه ون. مثلا یه سرور آمریکاست ممکنه مثلا 5 پکت من از 5 روت مختلف بره و عملا خب 5 تا پکت من همزمان احتمالی که برسن خیلی کمه، مگر اینکه خب من خیلی تست زیادی بکنم. و وقتی که جیتر نباش، یعنی اگه جیتر صفر در نظر بگیریم، مثل لوکال هاست مثلا من سن چه میزنم، عملا میتونم روی سروری که مثلا توی آمریکاست فرض رو برای بگیرم که الان لوکال هاست خودم، یعنی یه پکت بفرستم که توش چند تا درخواست HTTP 2. حالا چرا این امکانش هست توضیح میدم. بری اصلا یه اتک میتونیم انجام بدیم و از چه خصوصیتی استفاده. یه بحثی داریم یه سینگ دست بایت. یه سینگ دست بایت چیه؟ همین هست تویش جان. یه سوال دارم، تو ایرانسل نداری کنار دستت؟ نه همراه اول دارم. خیلی بده؟ ببین خیلی بد نیست، ولی مثلا یه لگ منظمی تو 25 دقیقه داری قشنگ. یعنی جوی نبوده بگیم چند سال مثلا 30 ثانیه نداشته باشیم، واضحه. ولی مثلا یه جایی حرفت میپره یه ثانیه بعد دوباره وصل میشه. مهم نیست. خب بریم، اشکال نداره. حالا شاید هم میکروفون باشه، من نمیدونم، شاید نتت خوب باشه میکروفون باشه، ولی بذار من نویزم رو نویز کنسلشن رو آف کنم، شاید سر اون. آره ممکنه سر اون باشه اگه میشه اون آف کنم. خب. چون تصویرت خوبه ولی صدا میپره. الان چه جوریه؟ الان صحبت کن. اوکی یعنی منظور تو صحبت رو طولایی در بیارم. اوکی کس تو کنی فکر کنم همون دیکی لبیت چه تکنیکیه؟ در اصلا مثلا تو اشتیبی یک و یک میفرستیم. من کاش اینجا چیز داشتم که اینجا میریم. یه ریکوست HTTP 1 که پست داریم، ما یه هدر داریم مثل content links که در اسم یه مقدار بادی که داریم، مقدار بایت بادی که داریم و میاد اینجا اشون میده که مثلا میخواد ویب سرور میخواد اینو پارس بکنه. از کجا به نقط با دیتا پارس بکنه؟ از همین content links هست. تو HTTP 2 خب نداریم اینو، چون که فریم داریم، یعنی فریم خودشون links دارن. ولی باز میتونیم داشته باشیم و یه سری اتک ها سر همین دقیقا. خب من 50 تا بایت میفرستم و اینجا مینویسم 51 بایت. وب سرور ویت میمونه، میگه من 51 بایت انتظار داشتم ولی 50 بایت گرفتم. و من عملا بایت آخر مثلا با فاصله مثلا 2 ثانیه بعد 1 ثانیه 1 دهم ثانیه بعد میفرستم. حالا چه کاربردی داره؟ مثلا توی HTTP 1 هستم، مثلا من 5 تا کانکشن باز میکنم، 5 تا ریکوست میفرستم، بایت آخرشون رو نمیفرستم. بعد اینکه 5 تا ریکوست رو فرستادم، 5 تا بایت آخر رو با هم میفرستم. خب احتمالش زیادتره که جیتر اون کمتر بشه و اون اتک اون حالا انجام بشه. این لست بایت سینک بود که حالا توضیح دادم. نقد الگوریتم چیه؟ ما توی تی سی پی در از یا شما صدامون که آره به نظرم بهتر حالا ما
من توی TCP یا آپشنی داریم به اسم TCP نودیلی نگ البته چیه؟ یا داریم به اسم نگ اومده گفته مثلا من هر ریکوست TCP که بخوام بفرستم یعنی TCP چی بوده؟ اینجوری بوده که مثلا من یک دو سه بخوام بفرستم مثلا تو ترمت میام میفرستم یک دو سه این TCP پکتی که ارسال میشه یه پکت ارسال میشه توش یک یه پکت ارسال میشه توش دو یه پکت ارسال میشه توش سه خب این چه چیزی داره برام اینه که بعد سه تا پکت TCP یعنی درست مثلا 20.IPv4 تو پکتی که داریم جایی ببینیم تو وایرشن اگه بخواید بدون نگ الگوریتم بریم جلو ما اولا هدر درست IPv4 رو دیگه اترنت و اینا رو داریم همه رو و TCP رو هم باز داریم یعنی دوباره 20 بایت TCP رو داریم پس عملا داریم 3 تا ریکوست میفرستیم که میتونیم یه دونه ریکوست باشه یعنی یک دو سر با هم بفرستیم نگ الگوریتم اش کار کرده اومده گفته که آقا من 3 تا ریکوست که میخوام بفرستم یه دیلی میذارم مثلا بافر دارم این یک دو سر رو که حتی اگر تو مثلا با فاصله من بدی من نگه میدارم با هم ارسال میکنم این نگ الگوریتمه کمکی میکنه حالا کمکش اینه که من میتونم یه پکت TCP با سایز بیشتر ارسال کنم یعنی ریکوست هایی که توی یه پکت هم بیشتر باشن الان مثلا توی همین مورد رو ببینیم توی وایرشارک من اینجا یه پکت دارم اوکی یه پکت این نامبر 11 میشه یه پکت هم برای توش چند تا فریم ارسال شده توش 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا فریم ارسال شده یعنی من عملا رو به جای فریم هایی کسیم 9 تا درخواست بفرستم حتی شاید بیشتر و این قابلیت نگ الگوریتمی که میاد مثلا برای ما یه سری اجاد میکنه و نگه میداره و بعد ارسال میکنه خب اوکی چرا ما این کار توی HTTP که نمیتونیم بکنیم خب موزی پلیسیم نداریم عملا فریم داری اگه کنم باید توی کانکشن نمیتونم اگه یه بایت رو هم نگه دارم نمیتونم بعدش چیزی بفرستم باید بایت آخری رو بفرستم ولی توی HTTP 2 این نیست ترکیب این دو تکنیک اسمش از سینگل پکت داره و حالا من توی از این سایتی که از بخوام بهتون نشون بدم اینجوریه که من حالا بخوام رو آریاتون نشون بدم اینجوری میشه میام یه هدر میفرستم مثلا دارم ریکوست پست دارم یه ریکوست پست میفرستم و اگر من 100 بایت دیتا دارم توی بادیم میام میگم 99 تاشو میفرستم یه بایتشو نگه میدارم این کار رو بکنم باید از یه سری قابلیت های HTTP 2 از قابلیت های فریم هدرز استفاده بکنم فریم هدرز چیه؟ مثلا استریمه که من استریمشون میده که آقایی استریم تموم شد دیگه من ریکوست کامل ارسال کردم من میام اون 99 از 100 بایت 99 بایتشو نگه میدارم این استریم رو صفر میکنم یعنی یه دونه دیگه هست هنوز وایس و سرور صبر کن ویت بمون تا من یه بایت رو بفرستم یا اون فریم آخر بفرستم من اولا میتونم توی یه کانکشن HTTP 2 بیام مثلا 20 تا تقریبا 20 تا 30 تا این فعلا چیزی که تا الان هست 20 تا ریکوست پست بفرستم که همشون 99 بایتی هست اون یه بایت آخر رو نگه دارم و اون یه بایت آخر رو اون مثلا 20 ریکوست رو توی یه پکت بفرستم حالا این چه فرقی داره با حالت عادی که من همه رو یه بفرستم فرقش اینه که اون یه بایت حجمی نداره یعنی نگ درگوری مثلا TCP ماکسیمم فریم سایز من چند داره مثلا 1500 بایت در اصل من میتونم 20 تا دیتا فریم داشته باشم که هر کدوم توش یه بایته و اینا رو با هم بفرستم توی یه پکت حالا شاید بادی مثلا 10 کیک مثلا 10 مگ بادی داری مثلا مهم نیست مهمه که اون یه بایت آخر که ارسال میشه که وقتی با هم ارسال میشه من از سینگل این اتک سینگل پکت در اصل اکسپلور میشه حالا من باشه تا سوالی نیست نه سوالی باشه اونجا میگم راجع به ارائه سوالی نیست خب اوکی من توی وایر اگه بخوام بهتون نشون بدم یه آرتیکل تو دست برام مربوط نیست ولی خیلی خوب بود دیدمش گفتم که از اینجا بهتون توضیح بدم اینجا اگه دقت کنید مثلا یه بایت رو نفرسته داره اینجا پایین تر خیلی واضح تر گفته یه هدر فرستاده جاریل گته اندسی رو کرده فالس این چیز عملا ویت سپرسیرون ویت میمونه که با چی شد این
استری که میخوای بفرستی من منتظر میمونم تا اون فریم بعدی رو بفرستی که اندستریم داشته باشه، یعنی اندستریمش یک باشه. عملا من وقتی این کارو میکنم، یعنی من مثلا 10 تا یا 20 تا پکت رو بدون اندستریم میفرستم، مثلا من یک دهم ثانیه صبر میکنم. وقتی یک دهم ثانیه صبر میکنم بعد پینت فریم بفرستم، این خصوصیت سینیر پکت اتکه. وقتی که پینگ فریم میفرستم درست دارم کانکشن رو وارم آف میکنم، گرم میکنم، چون وقتی پینگ رو نفرستم و کانکشن وارم آف نباشه فریم اول میس میشه. یعنی اگر مثلا ما 20 تا ریکوست فرستادیم میشه 19 تا ریکوست. الان مثلا اینجا اگه بخوایم ببینیم اینجا یه دیتای فرستاده، اینجا یه دیتا فرستاده که حالا خالیه، میتونه خالی نباشه، مثلا یه بایتش باشه و در نهایت استریم میکنه یک. ولی نکته که داره اینه که اینا رو استریم آیدی جدا دارن، یعنی استریم آیدی یک، استریم آیدی سه، یعنی در اساس دو تا پکت فرستاده قبل که حالا دیتا رو باش فرستاده و این دو تا پکت دیتا، دو تا استریم فریم دیتا فرستاده که توش بادی نیست ولی استریم داره. عملا این دو تا ریکوست انگار با هم سمت سرور رسیده، یعنی انگار که من روی لوکال هاست روی سیستم خودم دارم اکسپاندیچر میزنم و عملا جیتر از این. خب یا شاید بری سراغ عملیش. آره برو سراغ عملی. یکی از بچه ها فهم پرسیده نفهمیدم چرا همه رو یه جا نمیفرستیم، اول یه بایت جدا میکنیم. این هم میتونی جواب بدیم. اوکی اوکی. آره اتفاقا سوال قشنگی من هم توضیح میدم. اوکی من از پینت استفاده میکنم، ببخشید. نه خوب اوکی، پینت خیلی کمک میکنم. آره فقط اینکه چرا اینجوری رو نمیدونم راستش. من طرف داره شد بعدی هم درستش میکنم. نمیدونم پینت رو بلد نیستیم. اوکی ببخشید. خب آره یه دونه این رو بکش بوش جان هیچی خود برو جلو هر کاری. آره اوکی اوکی. خب من یه پکیت DCP دارم که یه محدودیتی توش دارم. اوکی محدودیتش چیه؟ میگه 1500 بایت نهایتا میتونی بفرستی. این محدودیت دلیلش چیه؟ دلیلش MTU. MTU در از اون ماکسیموم ترانزمیشن یونیت اگر اشتباه توی شبکه ها روی در اصل میشه لایه سی لایه آی پی به نتورک ست میشه که مثلا اگر پکتی بیشتر از این مثلا به من رسید اینو پکت فرگمنت کنم، فرگمنت که تیکه تیکه کنم. خب عملا ما 1500 باید بیشتر نمیتونیم بفرستیم. حالا اگر بتونیم این محدودیت دور بزنیم یا حالا افزایش چشم مثلا بجه 20 دکت 100 دکت بفرستیم مثلا، اگر اون یه بایت رو جدا نکنم مثلا رویه هم چیه؟ یا میگم اوکی من یه ریکوست دارم مثلا 100 بایته، اوکی میتونم 3 تا ریکوست بفرستم که این 100 بایتش توش باشه. اوکی خب من بیشتر از این نمیتونم بفرستم، اگه بفرستم میره تو پکت دیگه و عملا این پکت دیگه جیتر داره و این دوتا متفاوته، هر زمان نمیرسم. اوکی یه روش دیگه هست، روشی که هم هست من همه اینا رو میفرستم، بذار اینجوری کنم بهتر. من اینو میفرستم ولی بایت آخرشو مثلا یه بایت آخرشو حذف میکنم درست اینجوری. اوکی و اصلا مهم نیست، ممکنه من 100 تا پکت اینجوری بفرستم، مثلا 100 تا اینجوری بفرستم که بایت آخرشون نیست، اصلا مهم. حالا من 100 تا مثلا 20 تا پکت فرستادم که توی همین چه حالتیه، حالا میتونم چیکار کنم؟ میتونم یه بایت آخر که انقدر رو اینجوری بفرستم، یعنی توی یه پکت انقدر یه بایت بفرستم میشه 20 تا پکت، یعنی 20 تا فریم میشه که توی یه پکت میره. یعنی اون یه بایت جدا بکر تی سی پکت بتونم ریکوست های بیشتر دیتا فریم های بیشتری بذارم و عملا این میشه 20 تا ریکوست همزمان، این میشه 3 تا ریکوست همزمان. این فرقش بود. اوکی؟ آره به نظرم خوب بود. آره به نظرم خوب بود. تو این 20 رو دونه دونه بعدا میگیم متعلق به هر کدوم، هر کدومش مربوط به کدوم فریم دیگه، درسته؟ که بره بشه. دقیقاً چون استریم آیدنتیفایر داریم، آره دیگه نمیشه. یه جوری تو سطح کالکشن اچ تی بدون ما اصلا میگیم میدونیم که آقا مثلا این فریم برای فلان استریم آیدی، فلان فریم برای فلان استریم آیدی. خب من پس با این روش الان ما این کاری که میکنه یه دونه بچه چیز یه بایت حالا از هر کدوم کم میذاره باعث میشه که مثلا 20 تا پکت خیلی همزمان بیه. یعنی واقعا همزمان
برسن با سرور. در صورتی که سنتی بخوای بزنی به هر حال بینشون یه فاصله هست دیگه، هر کاری هم کنی و تعدادشون همیش وقت زیاد نمیشه. خب من یه سری کد نوشتم بچه، چون حالا میخواستم که اختو نگیمیم و اتکا رو بزنیم، کد رو نوشتم از قبل توضیح میدم این کد. خب یه سوال دارم حالا قبل اینکه این کد رو بریم، با خود برپسویت هم حل میشه یا نه این چالش؟ جان با خود وبسایت در ابزار وبسایت هم حل میشه؟ با توربو اینتروداری که خود جیمز کیت نوشته میشه، ولی ابزاری که من نوشتم فرقش چیه کلا؟ یعنی عملا توی پی اس سی فرقی نداره. البته من یه سری کار دیگه دارم میکنم، مثلا روی گت، چون گت همش کاری رو گت نمیتونه بکنه و اکثر وب سرورها یه سری متد از خود جیمز کیت گفته، دو تا متد خود جیمز کیت گفته، من دارم متد دیگه رو سرچ میکنم. علاوه بر من کاری که مثلا با توربو اینتروداری نمیتونم شاید بکنم ولی اینجا میتونم بکنم، اینه که میتونم یه سری سناریو مثلا برای خودم درست کنم. مثلا من میتونم اوکی مثلا لاگین رو میخوام بروت فورس کنم، میام اینجا آقا من مثلا کنم، بعد دوباره یه دونه کپچا میگیرم مثلا. اوکی کپس ده اوکی یا شعار پس کنم بچه یه ریزه ولی اوکی بگو اوکی بیست تا ریکوست میفرستم که متوجه میشم که اینا مثلا پسورد اشتباه بود و اپلیکیشن 20 تا ریکوست بعدی که میخواد بگیره مثلا یه کپچا میده. اوکی من میتونم با این چیزی که درست کردم کپچا رو بگیرم بفرستم یه سرویس خارجی حلش کنم دوباره، یعنی اینو اتومات کنم، یعنی جایی که مثلا 20 تا ریکوست بفرستم یعنی تکرار بکنم 20 تا ریکوست رو هی تکرار بکنم. یعنی عملا میتونم من قابلیتی که تو پایتون دارم و حالا هر چیزی میتونم ریکوست اچ تی پی به یه جای دیگه بزنم، هر کاری که بکنم اولا یه اوتوماسیون دارم دیگه، اوتوماسیون تو سطح او اس دارم و توی پروژه هم چیزی نداری به حالا. یه به نظرم نکته دیگه هم هست اینه که درسته که توربو اینتروایدر رو ما داریم، ولی احساس میکنم که وقتی که خود آدم بره کد بزنه خیلی دقیق‌تر میتونه یه اتکو بشکافه. تو HTTP 1 حالا خیلی به نظرم شکافتن نمیخواست، یعنی فرقی نمیکنه تور به اینتروایدر با این، به خاطر اینکه یا مثلا پایپلاین میزنی یا همزمان همه رو میفرسته، ولی اینجا که مثلا خودت کم و زیاد کنی به نظر جذاب میاد. حالا یه سوال دیگه، این اکسپلویت هایی که نوشتی و برای بچه هم میذاری تو گیت هاب یا نه؟ آره میتونم بذارم براشون. حالا من روی سیدی جدید هم هست که روشتی بی دو بود، من هم یک کود نوشتم، من رو شیر میکنم باشو این سپایت شو، من روشتی بی دو. خب برو شروع کن، برو ببینم اولی چیه داستانش. حالا من این نکته بگم چون فراموش کردم، بذاری من برشه که درست کنم. خب من چیزی که تو برد خواستم مقایسه رو بگم، مثلا روشتی بی دو برد این رو نشون میده، ولی در از چیزی که واقعیه ترانزلیت میکنه به فرمت HTTP 1.1، ولی در اصل همچی چیزی نداره. این چیزی که داریم در واقع یه همچی چیزیه، مثلا من گیت میفرستم یه همچی چیزی دارم، یه چیزی میبینیم مثلا گیت فلان نداریم، ولی وقتی دیکامپرس میشه حالا یه ذره باز شبیه میشه، ولی باز نیست، یعنی چیزی که تو بفرشو میده نیست. آره. چیزی که خیلی سنس میکنیم وقتی کد میزنی اینجاست. و حالا توی HTTP 2 ما یه سری شپهدر داریم که من فرق بگرم اصلی بود، مثلا ما به جایی که متد پشت سر هم مثلا پس بفرستیم میگه از شپهدر استفاده میکنیم، مثلا شده دو کالر داریم هم آخرش کالر داریم متد مثلا فاصله گه این میشه HTTPS یا HTTP اتوریتی داریم که معادل هدر هاسته، اگه تو بیار توی داره بهتون هاستشون میده در اصل اتوریتیه. یکم بفرید و... یکم که نه خیلی تغییرش میده، هیومن ریدبلش میکنه، حتی به نظرم خیلی قشنگتر بود اگه این امکان هم میداد اتما تو برنامه هاشون هست که مثلا دیگه حالا انقدر هده رو عوض نکنه اسمشون، یعنی هم خود کارها رو بدون داره شکار میکنه. حالا فکر میکنم این دلیلش این بوده که بتون یعنی کسی که هاست رو داره میزنه متوجه بشه، چون اتوریتی کسی هم نمیشه همین چرا دلیلش این بوده. آره ولی مثلا توصیه، من خودم توصیه میکنم به بچه‌ها که برید خودتون کدو بزنید و کلی چیز یاد بگیرید، چون خود جیمز کیت هم دقیقا میگه که اگر حتی تکرار کنید روی کار بقیه رو خیلی میتونه ریسرچتون کمک کنه، چیز جدید میتونید پیدا کنید سر همون خیلی علاقه دارم نمیخواد. خب این نبا بریم این نبا چیه اول بخونیمش. میگه که خب ما یه چیزی میخواییم بخریم به این اسم، یه جکتیه، بعد
یه یوزر نیم داده یو بینر پیتر بعد میگه که خب اینو میخوایم بخریم بریم ببینیم چیه یه همچین چیزی داریم اینجا رو لگین بکنم وینر پیتر اوکی من جمعه هم که بره مهم نیست برم خب اوکی بیام توی اون خب بخوام اینو بخرم اینو بخوام بخرم بعد توی سبدم عددش کردم یک اضافه شد بیام توی مای اکانت توی اوردر ها میاد خب من یک کد تخفیف بده کد تخفیف الان من اگه یه بار استفاده کنم دیگه نمیتونم استفاده بکنم یه چیزی دارم مثلا 1337 دلاره خودم چرا پول دارم خودم 50 دلار دارم کردید بخوام این بخرم بخوام این رو دست استفاده بکنم میام اینجا مثلا یا خود رو میفرستم توی بهت نشون دارم بهتون اگر بذاره خب ریکوستی که میره میره دست یه ریکوستی میره به این مسیر با کوپون فلان، CSRF توکن فلان اوکی بریم اینجا اوکی من اول میام خب یه فروی کار رو بگم اول میام کانکشن رشید ویدو درست میکنم دیگه اینا با لایبرری که درست کردم یعنی میخوام درست بدم اون بکیم خودش هنده میکنم چی رو ستاپ میکنم کانکشن رو یه سری هدر دارم یه سری بادی دارم اینه حالا تعداد ریکوستی که میخوام ارسال کنم سیمایدی رو جنریت میکنم و اینجا عملا میام دو تا یه پکت پست درست میکنم واسه هر سیمایدی این بدون لست پایتر و این اون لست پایت هست این لست پایتر رو عملا نگه میدارم این چسبونم به 99 تا یارو مثلا میفرست میذارمش توی این متغیر و از اون مرم اون که لست پایت هم میذارم توی این متغیر در نهایت بعد از اینکه این کار رو کردم میاد اون لحظه نقطه رو میفرستم یک دهم ثانیه صرف میکنم یه پینگ فریم میفرستم کانکشن رو وارمارک میکنم و بعد اون بایتای آخر رو میفرستم اوکی بریم من این پدرال رو بردارم از توی نکته همه یک حالا چون رئیسه ممکنه این سری موقع نخوره بعدی خب پرومو سی صرف توکن خب بعد اینجا دیگه چی دارم این کانکشن سی سی بی رو بخوام بزنم میشه رو این و خب فکر میکنم بعد اوکی باشه الان نرام میکنم ببینم چیش چی میشه خب ریکون بذار چی بکنم اینه که کوپون اپلای شده می‌نویسه کوپون اپلاید اینه که نشده می‌نویسه کوپون آلردی اپلاید اوکی پس من رو ریسرچ میکنم بزنم کوپون اپلاید چند تا دارم؟ 20 تا اپلای کردم 20 تا 20 درصد چند تا فرستادی بکت؟ 50 تا 50 تا 50 تا ریکوست فرستادم که 20 تاش گرفت اولا خب میاد اون محدودیت رو بزنیم 20 تا اضافه میشه چند تا پکیت چند تا کوپن اپلای نشد آلردی اپلای سی تا پکیت هم سی تا ریکوست هم اپلای نشد تو بر اینجا اوکی اوکی ببین من الان 1320 ریداکشن خوردم کاهش خوردم پلیس اوردر رو میزنم و خب خریدم دیگه لب دانش شد این از لب اول روی این نکته هستش که من میخوام کد بیشتر توضیح بدم یا شاید بچه چیزی نمیگن من به نظرم بذار من دارم چتا رو میخونم ولی چیز کسی چیزی نگفته ولی یه بار دیگه به نظرم اون کد رو توضیح بده از پکت به پایینی که زدی و آره اوکی من اینجا یه سوالم پرسیدم اینکه ستاپ کانکشن دقیقا تو کدوم بخش HTTP2 رو انجام میده چرا ارتباطی با لب سرور میگیره به نظر اول کد رو توضیح بده یعنی سوالم تو کد میتونی توضیح بدی آره اوکی اول نمیام یه هاست کنم وقتی رو خواهی کانکشن TCP برقرار کنم یه IP میخوام یه دامین میدم DNS request میره IP رو میگیرم
خیلی دیگه وبسایت پایینیه و کانکشن TCP یعنی برقرار میشه. بعد اینکه کانکشن TCP برقرار شد داریم کانکشن رو ستارت میکنن. ستارت کانکشن میگم میان کانکشن فیلفیس رو اگر ارسال میکنم این بایدی که گفتم کانکشن فیلفیس چیه اینه اوکی؟ بعد اینکه این کانکشن فیلفیس رو ارسال کردم میان ستینگ کلمیت رو ارسال میکنم اوکی؟ این از ستاپ کانکشن یعنی چیزی که توضیح دادم اینا مهم نیستش یعنی میشه از اون خود HTTP2 تو بسطتش نیستش در همین خیلی توضیح نمیده اینا هدر رو بادی داریم. خب این چیه؟ تعداد ریکوستی که میخوام بفرستم 50 تا است. یه اونجا استفاده از فانکشن جنریت استریم آیدیز یه سری استریم آیدی جنریت میکنم. حالا چون یه سری پروتکل داره برای جنریت استریم آیدی و یه فانکشن درست کردم که کسی درگیر داستان نشه. بعد میام اینجا دو تا درس لیست دارم که تو شهر پکیت ها رو بذارم. میام اینجا میام 50 تا این لوپ رو درس لوپ بشه این حلقه این تکرار بشه همین ما استفاده از این فانکشن create single packet http2 post request frame درس هم کنم من دو تا چیز برمی گرده یه یه دونه پکت یه دونه از ریکوست هایی که توش فریم هدره و توش اند استریم نداره و حالا شاید ممکنه دیتا هم داشته شد ولی مهم اینه که دیتا آخری هم اند استریم رو نداره و این که لست پایته من اینجا براش توی بخوام برم اینجا براش اند استریم ست کردم یعنی اند استریم رو ست کردم و اون چیزی که برمیگردم به عنوان پکت دوم اند استریم داره یعنی اون پکت هست که من نگرش دارم و با هم بفرستم. این مثلا دو پکت اولی که آره اندستریم ندارم میتونم هر جا کسیم مثلا مهم نیست اینا رو اپل میکنم یعنی میرم اینو اضافه میکنم هی لوپ میشه برایش پکت ها به هم میچسبن هی به هم اضافه میشن و این تیکه کد مهم نیست میام اول اون هدرهایی که مثلا اون 99 بایت از 100 بایت و هر ریکوست رو میفرستم مثلا 20 ریکوست دارم 20 تا 99 بایت میفرستم یک دهم ثانیه صبر میکنم. چرا؟ چون که سرور اون ریکوستی که مادر پردازش بکنه ویت بمونه. یک فریم میفرستم. یک فریم برای چی؟ کانکشن رو وارمآپ کنم. اگه وارمآپ نکنم اولین فریم که میفرستم فیل میشه. بعد فیل چه چی میشه؟ اون یه فریم فیل میشه یا نه کلا بقیه هم خراب میشن؟ نه اون یه فریم. خب کلا بجا 20 تا مثلا میشه 19 تا مثلا تو عدد. آره. خب. آره دقیقاً. بعد توی مرحله بعد هم اون یه بایت هایی که مونده رو که به هم چسبونده بودن مثلا میشه 20 تا یه بایت توی یه پکت میفره و وقتی که فرستادم یه اینجا از کانکشن رو رید میکنم یعنی اون کانکشن از سوکت TCP یا TLSی که حالا ست کردم یا دیتا که سرور داره برام میفرسته رو رید میکنم میفرستم به پارسر که نمیشم ولی پارسر که نمیشم هم چیزی هندل میکنه دیکامپریشن هم داره مثلا اگه جیزی بفرسته دفلکت بفرسته بیار بفرسته همه اینا رو هندل میکنه و بعد حالا ریسپانس ها روشون میدید یعنی ریسپانس ها رو دیدیم واسه اون فریم پارسر هست یعنی اینا ریسپانس هست همچه سرور هست دو تا سوال هم بچه ها دارن اینجا جا. یک میگن که 50 تا فرستادی چرا 20 تاش گرفته چرا 21 رو میگن گرفته اینو جواب بده تا بریم دومه آه اوکی سر کن من توی این جلاته بایسا خب اینجا ندارم ولی خب بذارم تام نشون بدم اینجا میتونم تبه داشت کنید اینفورمیشن دیگه ایدی میشه ولی در کل دلیلش اینه که من MTU مقدار ماکسیموم پکت که میتونم بفرستم 1000 بایته که مثلا 40 بایتش 80 بایتش میره برای مثلا TCP هدره TCP هدره IPv4 هدره اترنت اینا همه میره و اون مقداری که میمونه عملا 1200 بایت میشه 20 ریکوست حدودا یعنی اون یه بایت میشه 20 ریکوست. خب MTU تو ایزی هم میکردی میتونستی بفرستی؟ نه یعنی یه بستگی داره یعنی بستگی داره که من از چشم بیده نکردم چون دارم رو همین کار میکنم ولی اگه MTU رو بری با حالا پکت هم 2000 بایت میرسی مثلا به یه وب سرور یه مثلا یه روتر توی مثلا آمریکا اون چیز میکنه
ترگلش میکنه یه درات میکنه احتمال زیاد درات میکنه آره 1500 به چیزی که داریم کنسل آره 1500 سال دوم این که این 50 تریکوسی که فرستادی الان اگه با 1 و 1 میفرستادی چه فرقی میکرد؟ آها خب اوکی من با 1 و 1 نمیتونم این کار رو بکنم تنها روشی که دارم از من دوباره پینت رو باز کنم ابزار خوبون نه همون توربو اینترودر سنتی 1 و 1 اگه میفرستادی چی میشد؟ سوال اینو اگه کانکشن هم 1 و 1 بود آره؟ آره ببین الان همین چالش و همین پیکار رو کانکشن رو دانگرید کنی به 1 و 1 با توربو اینترودر بزنی توربو اینترودر این فکر کنم نمیدونم آره لبش فکر کنم چون اشتی بی دوه هر اشتی بی دو سابر میکنه توربو اینترودر هم اشتی بی دو اگه بزن فیت میکنم از الان اینجوری شده که خود جیمز گیتل اول نسخه که داد بعد ارائهش از سینگل پکت اتک استفاده میکنه پس عملا میخوره آها پس جواب اینش بمون یک ویک چرا بخوره من جواب اصلی دوستان بدم اینه که من تنها راهی که دارم اینه که استفاده بکنم که گفتم یه باید نگه هم دارم ولی توی کانکشن توی سوکت تی سی پی نمیتونم چی کار بکنم چون ویب سرور منتظر یه باید آخره و میگه اوکی من منتظر یه باید آخرم ریکوست بعدی بیاد من اینو ایرور میدونم اصلا نمیدونم چی هست ولی تو اشتی بی دو ما فریم داریم یعنی حتی اگر ریکوستی که ربط نداره به فریم آخر به بایت آخر بیاد اما من اینو من هیچ ربطی ندارم من اصلا یه تک باشی دیگه گوی که خب غیر ممکنه دلیلش هم همین دقیقا که من تنها روشی که دارم اینه که چند تا کانکشن باز کنم اونم از موجود دست پایت سینک استفاده کنم که باز سینکت بکت اتک نمیشه چون 5 تا بکت جدا میره و اینه جیتر دارم و درصد موفقیت اون هست ولی کم اینجوری بگیم خیلی بهتر آره پس میتونیم همین روی HTTP 1 و 1 بزنیم ولی درصد موفقیت میاد پایین دیگه مثلا ما با تورمو اینترودر هم که میزنیم ممکنه یه بار نگیره دو بار نگیره روی 1 و 1 بعد ولی روی همین هست ولی احتمالش بیشتر الان با این رو 2 همین هست ولی احتمالش خیلی بیشتره یعنی اون جیتر رو صفرش میکنید دیگه پس بچه ها این که چرا روی 1 و 1 نمیزنیم روی 2 یعنی ما خواستمون اینه اگر رفتیم توی سایتی HTTP 2 کانکشن داشت رئیسمون رو اون بزنیم خب شاید روی 1 و 1 نخوره و این روی 2 بخوره و این خیلی مهمه. این خیلی مهمه خب این از این و سوال اینم بگو که میگن اینو نمیشد با توربو اینترودر زد که اینو فکرم جواب دادی حالا شاید این دوستمون اون لحظه نبوده چرا میشه با توربو اینترودر زد ولی امین رفته کد نوشته واسه این قضیه که هم بهتر درکش کنه همین که ما این کد کاستومایز میشه دیگه اگه این وسط چیزی رو بخواد کم و زیاد کنه میتونه برای مثال همون کپچاه یا مثلا بعد 20 تا درخواست بعد یه کار خاصی رو انجام بده فرضاً دوباره سشن بگیره میتونه این کار رو با این کدش انجام بده خب یه دونه دیگه هم بهشون بده به نظرم کفایت میکنه یعنی از ربات یه دونه دیگه هم خب من اسم این زینو پیارانجا خب من کامنت های این ورم سعی میکنم بخونم تو یوتیوب البته بچه ها که کاش توی چیز چت میکنم ولی خب یکی نوشته که من چیز رو ندارم بذارینم این ور یکم برام چت ها بد میاد بذارینم میتونم بکشمش این ور آها بهتر شد یکی نوشته که چرا فندت آره اینه که جواب دادیم خب شما بفرمایید بریم آره برو اوکی یه توضیح رو جمع بدم ما یه یوزری داریم که ایمیلش اینه بعد اینه یه یوزر خودمون داریم که یوزر پسوردش داریم و یه قابلیت بزن یه قابلیت داریم که آپدیت ایمیل رو آپدیت کنیم ایمیل رو میخوایم آپدیت کنیم شرطش اینه که من ایمیل دسترسی داشته باشم یکی که برام میاد روش بزنم خب میاد آپدیت من این اکسس دل در خوب زدم برم تو مای اکانت هم با این پیتر اوکی خب من فعله کار اول نشون بدم بعد یه سوال دارم الان به یه سوال دیگه هم بپرسم از اینو البته از جمله‌ای که بچه ها برداشت کردم الان توی HTTP 1 و 1 ما بخواییم همین رو اکسپلویت کنیم مثلا باید 50 تا پکت بزنیم با هم و ممکن ریت لیمیت جلوشو بگیره من میخوام ببینم تو HTTP 2 الان ما یه این فریم هایی که میفرستیم
اینجا مثلا میگم یه فایروال این وسط هست ما دراپ کنه یا نه، اصلا فرقی میکنه بین این دوتا یا نه. اوکی یه اصلا این لب نیست، من سه تا لب در نظر گرفته بودم که اون یک لبه مثلا این حضور کامل میکرد، ولی در کل بخوام توضیح بدم اشتی به دو هنوز کامل ساپورت نمیشه برای وفا، ولی مثلا فورتیویل مثلا ساپورت مثلا خیلی مثلا محدود مثلا میگه فریم سایزش از اینقدر بالاتر بود بلاک کن فلان کن، یه همچین چیزایی داره روی بحث فریمی، ولی در کل اگه بحث ریت لیمیتینگ رو در نظر میگیری این 20 فریم همزمان برسه، خب فکر میکنم چه ریت لیمیتینگ میتونیم بزنیم واقعا روی آی پی بزنیم روی سیشن بزنیم همه رو هرچی بزنیم 20 فریم با هم رسیده، یعنی 20 انگار لوکال هاست زدیم. آره متوجه هم لوکال هاست خودم رو ریت میپذارم انگار خیزر من به نظرم اینجا آره یعنی اینو دوست یه نپرسیده، ولی اینجا چون یکی از بچه ها گفته من اینجوری استنباط کردم حرفش جوابی که دیگر داده. بعد من یه بار داشتم پشت کلاس فرقه فاز میکردم و سریع بلاکم میکرد اون چیزه اون بر، بعد من چیکار کردم اومدم با فافم چیز میکنم، بچه ها فاف که میدونید پروتکل دو نت نداره اشتیدی دو ساپورت نمیکن، بعد من اومدم فاف رو پراکسی کردم رو برتویتم دیفالتش هم گذاشتم رو پروتکل چیز اشتیدی تو، بعد کامل فاز کرد 70000 تا رو فاز کرد دقیق، یعنی من اونجا فقط پروتکل و یه کانورتر گذاشتم این وسط که برسید عوض کنه چیزا، و مثلا اونجا اون رفتار رو دیدم که بعضی جاها اچ تی پی 2 شما فاز کنی جلوتو نمیگیره، یعنی این تایید حرف همین میشه که فعلا زیاد فایروال دنبالش نرفتن. اتفاقا یه توییت هم دیدم یه نفر فازر نوشته بود برای اچ تی پی 2، یعنی با HTTP 2 کار میکرد. میخوام بگم الان فعلا اگه میریم وبسایتی وقت میگیره تو اون ریت لیمیت با HTTP 2 هم یه تست بزنید، اصلا ربطی به بحث نداشت ولی تستش کنید. خب ولی حالا بعضی جا کلن HTTP 2 رو سر همون بیاره فعال میکنم وقت کلن HTTP 1 و 1 میکنم از اون برم حالا شون اسمه اگه میخوره داستان داره دیگه، یعنی ممکنه که غیر فعالش بکنم حالا شون بهتر باشه بریم. خب سوالی یه مثال با این حالت عادی رو بریم، مثلا به من یه ایمیل کلاینت داده، مثلا آدرس ایمیل من اینه اوکی و این هر عددی بزنم میگیره، چون حالا مثلا اگه ده هم بزنم باز برای من میاد فرق نمیکنه اون قسمت اول، آپدیت ایمیلی که بزنم یه همچین ریکوست میفرسته ایمیل میفرسته و همین، بعد یه اینجا من رفرش بکنم یه کدی برای من آمده که خب اینو خب اینو کانفرمش بکنم میزنه که اوکی ایمیل ساکسسفولی آپدیت شد، برم این بر رفرش بکنم چی شد؟ خب این پرسد شد اوکی. حالا من اینو بیارم روی کدم، مثلا همین کدام بیارم؟ خب اوکی اول سناریو اتکو بگم به نظرم قشنگ تره، من میام یه ستاری کوست همزمان مثلا با هم میفرستم، پنجتای اولش ایمیل هایی که مربوط به خودمه، مثلا ایمیل که مثلا اولش ده یا کلن ایمیل هایی که صاحبش منم، و پنجتای دوم یه ایمیل میزنم که اینجا گفته. حالا ریس کاندیشن اینجا چه سناریویی داره، بکن داره چه اتفاق میفته در از ویل اپلیکیشن میاد اینجا اول میبینه که میاد ایمیلی که میخواد بفرسته رو آماده میکنه اصلا توی دیتابیس تمپلیتش آماده میکنه و بعد ایمیل میفرسته، 20 تا ریکوست همزمان میفرستم اوکی میاد میزنه، من ایمیلی که میخواد بفرستم به کی میزنم؟ مثلا میزنم به amin@gmail.com اوکی توش مشخص میکنه. تو مرحله بعد من ریکوست بعدی که میرسه دوباره مثلا توش چیه؟ توش دوباره مثلا amin@gmail.com یکی متعلق به خودم. وقتی که این دریافت کننده ایمان ایمیلی که ارسال میکنیم بهتر اینجوری بگم، وقتی میخوایم ایمیل ارسال بکنیم اول درش مشخص میشه، بعد رندرش تمپلیتش رندر میشه، خب این که خب این مثلا یا 20 ریکوست بفرستم از تمپلیت من رندر میشه با مثلا با جیمیل amin@gmail.com، ولی به کی ارسال میشه؟ مثلا به اتکر ارسال میشه، چون تمپلیت رندر شده با لینکی که معروف به یه، ولی میره به اتکر.com، یعنی یوزر اون ایمیل آخر میشه برای اتکر.com. این میشه سناریوی ما. الان اتکو بزنم کامل متوجه میشه بس لینک هایی که اینجا میاد
من اول بیام اینجا بگم که این اتکو قبلا اینکه رو فیسبوک زده بود روی شیت بیگ وان هم بود، بعد تونسته بود که فکر کنم ریسیت پسورد یکی به اکانت تیک اوور کنه. این که میگم قبلا مثلا شاید 5 6 سال پیش، بعد الان بچا آپگرید شده شو روی شیت بیگ 2 داریم میبینیم. با ریکوستی که برام میره اینه دیگه، من اینا رو کپی کنم، هست تو البته نمیخوام کپی کنم. خب اوکی، من ایمیلم بگیرم اینجا، ایمیلی که میفرستم میاره. من این رو همه رو چیز کنم، آپدیت بکنم با چیز جدیدم. خب این رو ایمیلی که مطلع بخونم، من عدداش عوض میکنم که بفهمید اتک داره چجوری میخوره، سمت بکن کاملا متوجه میشید. این رو یوزری که ادمینه دیگه. اوکی، حالا من فقط CSR توکن اینو بردارم بذارم اینجا. فلوی اتک اینجوری که من اتک میفرستم و ارسال میکنم همونه، فقط هیچ فرقی نمیکنه، درست همه چی مثل همونه، فقط اینکه من 5 ریکوست مثلا میفرستم با جیمیلی که متعلق به خودمه، مثلا 10 میفرستم با جیمیلی که متعلق مثلا به کارلوسه. حالا من اینم از اینجا بردارم بذارم اینجا که کانکشن رو باز شد. خب این رو ران میکنم، بعد میتو کنم. اوکی، اومد ریکوست رسال شد. حالا من برم اینجا تو ایمیل ببینم چه اتفاق افتاده. خب یه سری با تمپلیت کارلوس برام میبینید، ولی توش گیر وینر 13. من مثلا اگه بزنم، آره ایمیل اون یکی حساب اومد برش و آپدیت شد برام. حالا من بگیرم تو اکانت هم کارلوس شدی دیگه، ادمین پنل رو دارم و حالا برای که چلنج رو حل کنم کار رو دیلیت کنم. آره ولی اون چیزی که حالا اینجا کانلشون من هم جرد اگه ببینی مثلا این همه کار داره. حالا بزن من یه بار دیگه اتکو بزنم اینجا قشنگ تر میشه. خب عددش فرق که نداره. خب یه رفرش بدم. خب اینجا فرق نکرده، نه بذار تلویزیون رو زیادتر کنم تا 20 تا میتونم جلو برم دیگه، یعنی مثلا تا اون عدد جای چیزی که جا داره میتونم اتک رو برمیدونم. الان لب حل شده، فقط میخوام چیز دیگر رو تیمشون بدم که سنس کامل داشته باشیم. خب مثلا من وینر 21 یعنی تمپلیت هم رندر شده با وینر 21 و چیزی که من دارم وینر 18 دقیقا دقیقا مثل کارلوسه. من عدد رو گذاشتم که یعنی ببینید که چه جوری پاتی میشه ریکوست ها. مثلا کارلوس من تو وینر 21 دیگه، وینر 20 من تو وینر 19. وقتی که تنرسن اون ریسی که حالا بین چیزی که ایمیلت رو درست رندر میکنه و چیزی که سندر رو تعیین میکنه باعث میشه که حالا سندر و محتوای ایمیل اشتباه برن، یعنی ایمیل بره اشتباه باشه دیگه. عملا این توضیحه. نه، عالی بود. سوالی هستش؟ آره. خب ببین من به نظرم دیگه کار عملی بسته، بچه هم سوالاشون بپرسن. آره. یکی از سوالا گفته که چند جایی که جالب بوده ریس زده رو ریل رو مثال میزنی اگه زدی؟ حالا من روی HTTP یعنی با همین چیزی که الان درست کردم روی جایی زدم و نمیتونم بگم، ولی سناریوش مثل همین کد تخفیف هست. آره مثلا کوچ اینا دیگه نمیخوام بگم، ولی آره نه اوکی، حالا نمیخواد اسمش هم بگی، ولی این که میخوام ببینم ریل ورلد زدی یا نه،
پس زدی آره، سناریوش هم آره سناریوش هم پس مثل چیز بوده مثل دقیقا مثل کل تخفیف بود مثل کل تخفیف بوده و بذارم اینم ببرم این ور دیگه مثل کل تخفیف بوده حالا سوال بعدی این که البته من بذارم برم رو خود سرور اینجا شیر کنم بچه هم دیگه سوال ها رو ببینم خودشون توی این سرور که تو چیز هم دارن استیرو میبینن اینجا توی لایف چت خب یکی نمیشه برخلاف HTTP 1 و 1 تو سینگل پکت مهم نیست که نتمون استیبل باشه اگه پکت برسه نه برسه آره دیگه مهم نیست نه اصلا مهم نیست آره دیگه چون تو پکت ها رو میفرستی یه دونه بایت کم میذاری از هر فریم و لگ هم داشته باشی برای اون بر نیست منتظر اون یه دونه بایت دیگه درسته اصلا نیست پی هندلش میکنه دیگه TCP این داستان هندل میکنه دوباره این فرست اگه آی پی لیست هایی که داریم با آی پی خودمون بلاک بشه چیکار اگه آی پی لیست هایی که داریم یا آی پی خودمون بلاک بشه چیکار کنیم فکر کنم آها این اصلا یه سوال دیگه است راجع به کپچاست نه کپچا رو بعد بین عامل انسانی براتون حل کنه یه سری آی پی ای هستن کپچا رو بهش میدی دو ثانیه بعد به جواب میده یه سری انسان اون پشتن بعد آره اونا حل میکنن و دیگه سوال بچا حالا من جمع‌بندی کنم براتون این که شما دیگه حالا امین اومد سری کارا هم کرد شما دیگه بعد خودتون برید پی این اتکو بگیرید و در کل روش دیبی دو خیلی میتونید مانوف بدین مخصوصا بچه هایی که هانت میکنن به خاطر اینکه میگم خیلی جاها روش الان کنترل نیست و مثلا چه میدونم از ریت لیمیت بگیر دیگه برو جلوتر ممکنه یه جایی روی همین چیز روی همین HTTP 1 جلوشو بگیرن اتک و رو تو بخوره یکی بچه ها گفته فکر کنم منظور این دوستمون create tab group repeater هست اگه منظورش این هست بله میشه زد حتی این یکی عباس جواب داده به یکی بچه ها بعد این سوالی که با تول مانیتور میشه زد یا برف میشه زد بله بچه اینا رو همه با برف هم میشد انجام داد ولی همین اومده خودش مثلا کد زده که حتی بیشتر هدف این راهش کده نبود دیگه این که مثلا چیزو معرفی کنم چیش میگم یه نکته اگر بگم حالا آره بگو اگر بچه دوست داشتن که هم دوباره کنم که این رپو رو خیلی مهم استار بکنن خیلی خوشحال میشم آها این سوال خیلی مهم چیز گفتی که این اکسپلویت کد تو میذاری برای بچه ها یا نه آره میذارم فقط یه ریتریسی بزنمش میذارم آره پس اگه گذاشتی میتونی خود توییتتو بری چیز کنی زیر توییتت همونی که گفتی 9 لایک داریم زیر همون هم ریپوشو بذاری این چیه H2 Space چیه داستانش همینی که لایبری که نوشتی این هر لایبری که نوشتم دقیقا آها خب عالیه پس با همین لایبری اومدی چالش رو حل کردی که اون حالا من به نظرم آره یکی دو تا لایبری که حل کردیم کدشو بذار که بچه‌ها با لایبری بتونن کار کنن بعد دیگه خودشون بتونن من چیکار کنم با همین لایبری کدای دیگه بذاریم و آره دقیقاً داکیومنتیشن هم کامل هست ولی باز این کد رو براشون آره حالا عجله هم نکن کاراتو بکن بعد کدو بذار براشون بعد بچه ریپوش هم که گذاشته میگم بعد یکی از بچه ها سوال پرسیده میانگین چند وقت بار باگ میزنی از این دوست داری میتونی بگی دوست داری میتونی نگی به ارائه بر نمیگرد ولی خب سوال اگه منظورش بانتی کنم هانت و من خیلی هانت نمی کنم راستش بیشتر بسه برای پوله ارسان نمی کنه سر همین بیشتر دوست دارم سرش بکنم خیلی جدیدن بانتی کار نمی کنم خب پس دیگه پس چند وقتی با باگ میزنی امین کلا ریسرچ میکنه بانتی کار نمیکنه یکی دیگه هم داره مینویسه بذار عرفان هم بنویسه ببینیم عرفان چی میگه خب عرفان هم بنویسه استار بدید روی رپو استاریه این استار ها به کسی وفا نکرده من یه رپو دارم هزار خورده استار داره ولی چند وقت هم دو سال هم آپدیتش نکرد خب دمتون گرم برای بچ امیدوارم که لذت برده باشین از همین تشکر میکنیم که برامون ارائه داده به هر حال حالا یکم هم لگ بود من حجم مطالب زیادی هم منتقل کرده که بچه ها گفت من متوجه نمیشم حالا چرا به خاطر اینکه
خب یه سری پیش مثلا بچه های اگه اشتی تو رو خونده باشید راحت اینجا متوجه مطلب میشی. ولی مهم چیه؟ مهم اینه که به هر حال بابی باز شد، الان یه سری قلقلکشون اومده دیگه حداقل که برام ببینن این چیه. خب بعد از همین فرصت استفاده کنید. من میگم که استوب کنم تو یوتیوب هم گذاشته میشه و میتونید ببینید بعدم فیلمش هم بازنویسی بازبینی کنید. و دمتون گرم. امین خدافظی کنم بچه‌ها. بچه‌ها مرسی که دنبالم کردید. خوشحال شدم.